فسخ پروگرام اتحاد ارگ و حکمتیار، تاکتیک های جمهوری سه نفره. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، فسخ پروگرام اتحاد ارگ و حکمتیار، تاکتیک های جمهوری سه نفره. حکمتیار بسیار عرق ریزی داشت که خودش را در باشگاه ویژه فضلی محب و امرالله جا بزند، اما گزارش ها می رسانند که اشرف غنی زیر قول شفاهی خود زده است، حکمتیار نشست خبری بنا کرد و از نقض تعهدات اشرف غنی گله سر داد. حالا آنکه اشرف غنی هیچ تعهد نوشتاری را در این زمینه امضا نکرده است، علت این که حکمتیار چند قدم بیشتر به داخل اردوگاه ارگ را داده شده بود. ترس اشرف غنی از موقف گیری فعال سیاسی و نظامی احمد مسعود است که بیم آن می رود بیعت و هم پیوندی با وی در ولایات عمده اعلام شود. حکمتیار هم غنی را از این مسئله ترسانده بود و هم خودش را به حیث یک نیروی قهار بازدارنده در برابر قوای مقاومت ملی معرفی کرده بود و خواستار منابع عظیم مالی از حکومت شد تا در وضع الجهش های بغلان و کندز هرز و وجود کند. پروگرام اکنون فسخ شده است. اعضای جمهوری سه نفره ارزیابی کرده اند که حکمتیار از نظر نظامی در حد یک کندک رزمی اردوی ملی هم قوت در اختیار ندارد. تجربه نشان داده است هرگاه حکمتیار در هر حکومت برای خود جای پای باز کند، حکومت و نظام فرو می پاشد. در عین حال آزادی هم از زندانیان طالبان و حزب اسلامی. گلبدین حکمتیار امروز یک شنبه نوی جوزا در نشست خبری از رسیدن به توافقها روی چند مسئله کلان با رئیس جمهور خبر می دهد. شرکت حکمتیار در نشست استانبول اما با طرح واحد ایجاد دولت انتقالی که دارای یک شورای تصمیم گیری باشد و با شامل شدن طالبان نمایندگان 8 جناح در آن عضویت خواهند داشت. آزادی همه زندانیان طالبان و حزب اسلامی اعلام آتش بس پس از اجرایی شدن مسائل فوق. تصمیم گیری درباره تمامی مسائل کلان و با شامل شدن انتخابات در یک جرگه انتخابی که اعضای آن در نتیجه انتخابات برگزیده می شوند و ایجاد شورای عالی دولت، آقای حکمتیار تلاش دارد با مطرح کردن مباحث سیاسی روز از جمله انتقادات شدید از ارگ نشینان برای پیوستن به مذاکرات صلح خود را در گردونه مسائل این روزهای افغانستان حفظ کرده و در واقع این مسئله نوی تلاش برای ادامه بقای خودش می باشد. از سوی دیگر هم سویه گروه حکمتیار به مذاکرات صلح تا امین اکنون برای اکثر محافل حیثیت یک معما را دارد. تا جایی که برای همه معلوم است گلبدین حکمتیار نفر برگزیده پاکستان
و به ویژه ISI بوده است. به همین علت است که موج هشدارها نسبت به خطرات بالقوه فعالیت طالبان و حزب اسلامی و سرکردگی گلبدین حکمتیار در افغانستان در سایه سکوت دولت این کشور عمدتا از طریق دولت مردان غرب و رسانه‌های وابسته آنها مطرح می شود و اما هم اکنون پرسشی که مطرح بحث قرار دارد این است که آیا آمدن حزب اسلامی به میز گفتگوهای صلح تأثیری در روند صلح خواهد داشت؟ برای پاسخ این پرسش بایست به گذشته های این حزب برگشت. تسلیم گرفتن رسمی کرسی صدارت رژیم کابل توسط گلبدین حکمتیار، پیوند و ائتلاف حزب و جمعیت سرآغاز فصل دیگری از خونریزی های جا برانه و بی ثباتی کشور بود که سرانجام سرنوشت کشور را به دست طالبان سیادل تر از مجاهدین و بی رحمترین جنایت پیشگان تحویل و تسلیم نمود که قتل و جنایت و وحشت بر بریده مجاهد طالب داعش تا هم اکنون جریان دارد و مسیر زندگی را در تنگ ناهای خطیر کشانده است. در عین حال و نقل از صفحه رسمی خبرگزاری سری رئیس مجلس به پاکستان رفت. خبرگزاری سری کابل میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در رأس یک هیئت پارلمانی روز یک شنبه 9 جوزا به پاکستان رفت. هیئت پارلمانی افغانستان در بدرود به پاکستان از سوی اسد قیصر رئیس پارلمانی این کشور استقبال شد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.